بینندگان گرامی، ادامه سخن درباره صدای آمریکا. اول اینکه من این رو بگم، بنا به درخواست بسیاری از شما عزیزان هست، چون این سخنانی و سخن گفتن من درباره صدای آمریکا، رویدادهای درون اون، ساختار اون، مشکلاتی که داره و همه این موضوعات، ورنه وقت تفسیر خبر رو من مایل هستم و بودم و خواهم بود که به مسائل روز ایران بپردازیم، که البته این مسئله روز هست و مرتبط با ایران، چرا که به عنوان یک رسانه‌ای که به هر حال پنجره آمریکا تلقی میشه به سوی ایران، مهم هست، مورد توجه مردم ایران هست، به عنوان یک رسانه‌ای که به هر حال اینطور تلقی میشه که بازتاب دهنده اونچه که در واشنگتن میگذره هست، مهم هست، بوده و خواهد. صدای آمریکا همونطور که بسیاری از شما میدونید در ارتباط با آلمان هیتلری بپا شد در 1942. منشور اون بسیار مهم از تغییراتی پیدا کرد در زمان جرالد فورد، موادی به اون اضافه شد، مفادی به اون اضافه شد، اصلاحاتی در اون به وجود آمد. پیام اصلی اگر من بخوام خلاصه کنم این منشور رو، این هست که بازتاب دهنده ارزش‌ها یا معرفی ارزش‌های آمریکایی در رأس اونها آزادی و دموکراسی هست و حمایت از اونها در سراسر جهان به زبان‌های مختلف. بیش از 40 زبان صدای آمریکا برنامه عرضه می‌کنه، چه رادیویی چه تلویزیونی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم داستان دیگری داره، اما کم و بیش مشابه این که رادیو فردا بخشی از اون است. متاسفانه به مرور زمان این تشکیلات که با هدف والای حمایت از آزادی و دموکراسی و معرفی مواهب آزادی و دموکراسی به پا شد، در اثر کجدار مریض‌ها و تفاوت سیاست‌های دولت وقت آمریکا تبدیل به یک تشکیلات اداری شد. در اساس منشور صدای آمریکا قرار نبود که صدای آمریکا به اصطلاح مبلغ یا پیشبرنده سیاست دولت وقت باشه، بلکه قرار بود معرف، گفتم، ارزش‌های آمریکایی و مردم آمریکا باشه. اسمش هست صدای آمریکا، نه صدای حزب دموکرات یا صدای حزب جمهوری‌خواه آمریکا. از مأموریت اصلی خودش به مرور منحرف شد و به تسلط موش‌های اداری در اومد، تبدیل به یک اداره شد که اهمیت چندانی دیگه سالها بود نداشت، تا اینکه بخش فارسی اون به اصطلاح بپا شد یا تجدید شد بعد از سالها تعطیلی. و اگر یادمون باشد تو در رادیوی صدای آمریکا بخش فارسی، اگر گفتاری بود از وزارت خارجه آمریکا، این رو تأکید میکردن که این نقطه نظر رسمی دولت آمریکاست، یعنی بقیهش نقطه نظر رسمی دولت آمریکا نبود، نظرات مختلف جناح‌های مختلف جامعه آمریکا. این موش‌های اداری کار رو به جایی رسوندن که شد یک اداره در تمام بخش‌هاش، یک اداره‌ای که ضمناً برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌داد و اهمیت چندانی نداشت، که گفتم تا زمان بخش فارسی. زمانی که من دعوت شدم برای کمک کردن به گسترش بخش فارسی صدای آمریکا، حسن نیتی که در اون زمان بود، اینجا اسم میبرم، خانم شیلا گنجی، حسن نیتی که بود زمینه رو فراهم میکرد برای اجرای منشور صدای آمریکا، یعنی دست من مجری، من برنامه ساز رو باز میذاشت برای پیش بردن معرفی آزادی، معرفی دموکراسی، حمایت از گروه‌های آزادی‌خواه و حمایت از جنبش‌ها یا حرکت‌های مردم در ایران و جای جای، چه در تهران چه جاهای دیگه ایران، در سراسر.
اون چی که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی بیکار که نمی نشه. حملات بسیار گسترده به شخص من و به هر حال گروه تفسیر خبر. تفسیر خبر در عرض کمتر از یک سال پربیننده ترین برنامه فارسی زبان شد در شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور، به گواه تحقیقات خود منابع رسمی در خود آمریکا. 5 سال این بود و این خاری بود در چشم مسئولان جمهوری اسلامی که حتی کیهان تهران، کیهان تصرف شده تهران هم در صفحات اول خودش منعکس کرد. شما عزیزان در جریان هستید. در ادامه سیاست جمهوری اسلامی برای تصرف رادیوها و تلویزیونهای دولتهای دیگر اروپای آمریکا و اروپا خب سیاستی رو پیش بردن و موفق شدن. این رو من بگم، در صدای آمریکا در باز شد، من دیروز اسمی بردم از آقای اسکن، آقای رامین اسکن و بقیه، به مرور درها باز شد به روی کسانی که از تهران آمد. یعنی من در صدای آمریکا منشی سعید مرتضوی هم به عنوان یکی از دبیران صدای آمریکا استخدام شد. کارمندان پرس تیوی، کارمندان رسمن وزارت اطلاعات وارد صدای آمریکا شدند با حقوقای بسیار کلان. رئیس وقت صدای آمریکا بخش فارسی کسی بود که برای من حیرت آور بود، هرچند که آمریکایی بود ولی به ضدیت با آمریکا و عاشقانه حامی حکومت ایران و صدای آمریکا به چنین سمتی رفت. مأموران و فرستادگان جمهوری اسلامی با آقای رامین اسکر، نامی که به عنوان به مدیر بخش فارسی صدای آمریکا از وزارت خارجه آمریکا اومد، خیلی از کادوهای لابیست‌های جمهوری اسلامی هم در واشنگتن وارد بخش فارسی صدای آمریکا شد. پیش بردن و مقالات در اون زمان کم نبود که صدای آمریکا دیگه صدای آمریکا نیست، صدای ملایان تهرانه، صدای جمهوری اسلامی. من و چند تن معدودی که بودیم در برابر این موج ایستادیم، اما کارساز نبود. صدای آمریکا گفتم از جایگاهی که داشت خارج شد و وقتی که به یک تشکیلات اداری فاسد تبدیل شد، طبعا معیارهای فساد و فساد برانگیز هست که باعث ترقی و پیشرفت میشه. به مرور کاردانی نقطه ضعف شد. بسیاری از عزیزانی که کاردون بودن از صدای آمریکا کنار گذاشته شدن در کادر فنی و کادر اجرایی. راه برای پیشرفت‌های ادارات فاسد و اداری فاسد باز شد، تملق، چاپلوسی و بقیه. من حیرت کردم زمانی که اسنادی رو طبق قانون در اختیار من گذاشتند، پرونده سازی‌های آغاز شد، دست بردن در ساعات حضور و غیاب، در ساعاتی که من جلو دوربین بودم. در اینجا اسناد هست که به عنوان غایب یا نبودن سر کار سند سازی کرد. آدم فروشی باب شد. اینها باعث ترقی در صدای آمریکا، نه کاردانی. یک اصل مهم در همه تلویزیون‌های جهان مشترکه: بینندگان بیشتر. چه در تلویزیون‌های آمریکایی فاکس نیوز، چه سی ان ان، تی اف ان فرانسه، بی بی سی اینترنشنال، تلویزیون جمهوری اسلامی، همه و همه یک اصل مهم: بیننده بیشتر. اون یکی دموکراسی رو تبلیغ می‌کنه، این یکی دعای کمیل رو، هر کی هر چیز. این اصل در صدای آمریکا مهمترین و تنها اصل مشترک تلویزیون‌ها و رسانه‌ها باعث ضعف بود. این رو باید از میان می بردن و به همین دلیل بود که هر که کاردان بود، صحبت من نیست، بقیه عزیزان کنار گذاشته شدن، بیرون رفت.
به طور نمونه من اگر اسم میبرم افشین عزیز، افشین نریمان یکی از کاردانهای فنی بود، کاردان فنی و در کار تولید فنی بهتره به مرور و بسیاری دید. گفتم راه برای چاپلوسی اینها عوامل پیشتر شد نه حرفی، شبیه همون که ما در بعد از انقلاب به نحوی در البته به طور دیگری ایدئولوژی در تلویزیون مصادره شده ایران دیده. و وقتی که چنین شد آدم فروشی باب شد. در زمانی که ما در برابر این تصرفات جمهوری اسلامی من و معدودی یکی دو نفر ایستادیم که چرا برنامه صدای آمریکای برنامه تفسیر خبر رو به مشاوره احمدی نژاد برای بررسی میدید و بر اساس نظر او تصمیم میگیرید نصف کنید ساعت برنامه رو، چرا چنین میکنید؟ آدم فروشی ها آغاز شد. به طور مثال من اگر اسم میبرم، به طور مثال خانم ستاره درخشش به مدیریت صدای آمریکا میرسه چون پیشگام میشه در آدم فروشی، در اون زمان سوپروایزر بود در صدای آمریکا. سندهایی که در اختیار من قرار گرفت، دروغهایی که در این سند، سوال جوابهایی که ایشون میگه، کسانی بانوانی که در طول تاریخ به ناچاری زندگی به اقداماتی شاید ناپسند دست زدن، در حرفه تاریخی خودشون معروف است، در سراسر جهان تن به آدم فروشی ندارد در ارتباط با کسانی دیگر. اما این زمینه ساز رفتن به کرسی مدیریت و در زمینه‌های دیگه و در بخش‌های دیگه، و چنین شد که صدای آمریکا از مأموریت اصلی خودش، از همراهی با آزادی و دموکراسی که از زبان و فریاد مردم ایران برمیخواست جدا شد و به اردوگاه مقابل جمهوری اسلامی پیوست، به اردوگاه شلیک کنندگان، به جان جوانان ایرانی پیوست در عمل، زمانی که باید تریبون و کرسی جوانان ایران میشد و مردم ایران میشد. و سرانجام اینکه از کسانی مانند من خواسته شد که با مبالغی که پرداخت میکنن و امتیازاتی که میدن در برابر دوربین صدای آمریکا اعلام کنم به دلایل شخصی کنار بیام. بس مسئله من نبود اینجا، اگر بازگو میکنم من هرگز نپذیرم. حرف من این هست، صدای آمریکا اکنون دچار تغییراتی شده، اما به نظر نمیرسه، دست کم از نظر من، به همراهی با مردم ایران باز خواهد گشت. راهی جز جدا شدن از دولت وجود نداره. آدم فروشی راهگشای رفتن به بالاست و بعد از ستاره درخشش موقتا چاپلوسی و تملق به جای او نشست. امیدوار هستم روزی رسانه‌های دولتی خارج از ایران بر اساس منشور خود، دست کم صدای آمریکا، عمل کنه. همراهی و حمایت با آزادی و دموکراسی و کسانی که در سراسر جهان در این مسیر تلاش می‌کنن، نه زمینه‌ای باشه و کرسی باشه برای حکومت‌ها و رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی و در کنار آدم‌کشانی مانند گزمه‌های حکومت ایران. برای صدای آمریکا اگر خواستار رسیدن به چنین هدفی هست، راهی جز جدا شدن از دولت وجود نداره و بخش آزاد اداره کننده اون باشه با نظارت کامل آزادی و دموکراسی
بر عمل کرده. سپاس از شما عزیزان که با ما همراه در همه این سالها. با سپاس بسیار به پایان برنامه رسیدیم دوستان عزیز، اما گفتنی ها همچنان بسیار، گفتنی ها همچنان بسیار، و من قطعا باز هم در صورت لزوم در این باره با شما عزیزان سخن خواهم. شما عزیزانی که درهای خونه های خودتون رو با اعتمادی که به من و همکارانم در تفسیر خبر داشتید گشودید و در این سالها همچنان درهای خانه های خود رو گشوده نگه داشتید و باز نگه داشتید. اهل چنین سخنی من نبودم از خود گفتن و درباره خود، اما نکته از اونجا مهم هست که مربوط میشه به مردمان ایران و مردمان آمریکا. قدر مشترکی که هر دو دارن احترام به مقام انسانی است، اونها که خواستار آزادی و دموکراسی هستند. روز گذشته، یعنی دو روز پیش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میشه انتقاد داشت یا نداشت عملکرد و سخنانشون، بحث دیگری است، اما امیدوارم توجه کرده باشید راجب مردم آمریکا یا ملت آمریکا صحبت کرد، به یک نکته اشاره کرد، تولد یک ملت اشاره کرد یا اکسپشنالیزم آمریکا. من فقط این رو میخوام توضیح بدم که در آمریکا گفته میشه بر اساس آزادی خواهی بوده که ملت تازه‌ای به وجود اومد. با همه انتقادها و مشکلاتی که هست و همه اینها، آزادی مهم هست. زمان بسیار محور اصلی سیاست خارجی آمریکا بود، اما در صدای آمریکا چنین نبود دوره. و امیدواریم روزی روزگاری همه جهان و همه صداها همراه و حامی آزادی خواهان و دموکراسی خواهان در ایران باشند، جوانان نازنینی.